کلیپ بعد کلیپ شماره 39 هست که با هم میبینیم. سوالم از شما این آقای سوزی، از اونجایی که دیدم دارید در مورد امام حسین امروز با صحبت میکنید، سوالی از شما دارم. از اونجایی که قاتلین امام حسین هم بالاخره ادعای اسلام داشتن و اهل نماز و روزه و اونجور چیزا بودن، خواستم ببینم اینها قاتلین امام حسین علیه السلام با دست باز نماز میخوندن یا دستشون رو میبستن در هنگام نماز؟ اینو شما میدونید؟ این سوال مثل آب خوردن. جوابش این است که همه دستای خود میبستن نماز میخوندن از اول تاریخ تا حالا. حالا شما جواب سوال ما رو بدید. یعنی قاتلین امام حسین علیه السلام رو شما قبول دارید که دست بسته نماز میخوندن، درسته؟ بدون شک همه مسلمان ها دست بسته نماز میخوندن از زمان صفوی ها، شما درست کردید. بله هم خدا خیرتون بوده. بله بینندگان عزیز متوجه شدید آقای سجودی عزیز ما فرمودن قاتلین امام حسین علیه السلام دست بسته نماز میخوندن، ولی الحمدلله ما در کتاب با سند صحیح داریم که امام حسین و یارانشون با دست باز نماز میخوندن و اصلا حرام هست در مذهب شیعه. من فکر میکنم تکلیف قاتلین امام حسین به همین سادگی بینندگان عزیز مشخص شد. از این ور اگر کسی به شما گفت شیعیان قاتل امام حسین بودن، شما دیگه فکر میکنم با همین جواب که آقای سجودی داد پرونده این برشد. صبر کن من اولی همین جواب بدم. اول همین بذار جواب بدم. اجازه بده آقا، اجازه بده عزیز من. بینندگان عزیز، شیعه تقیه داره، یعنی کسایی که حضرت حسین رو شهید کردن از مردم کوفه میتونه کافر باشه دست بسته نماز بخونه و سنی نباشه. یکی این است که برای چه دلیل براتون میارم؟ یک دلیلی که به مذهب شیعه رو چه کردم، من از راه حج مهاجر شدم، رفتم حج. خمینی در همون سال فتوا داد بود، این الان گفت چی؟ دست بسته حرومه. در مذهب شیعه حتی هست که دست به دست بخوره مثل که اتصالی شده باشه، نمازت باطل میشه، دوباره باید بخونی. اما خمینی فتوا داده، همین خمینی که این آقا قبولش داره، گفته در حج که با سنی نماز میخونی دست بسته نماز بخون. پس میتونه تو قاتلای کسایی که حسین شی کردن شیعه ها باشن ولی دست بسته نماز خوندن. محکوم شدی، مات شدی، مفوت شدی. جواب بده. آره من مرا قربان. ببین جواب بده. تا آخر برنامه مال تو این جواب بده. تا آخر برنامه مال تو. بله بسیار خوب. حالا این خیاطی که البته خیاطی هم بلد نبود، همون با پالونی هم که می‌خواست همون کاری هم که می‌خواد انجام بده، یهو این سب کن فهمید آره چه مطلبی داره برای بینندگان آشکار میشه. می‌خواست بالاخره با همین به خیال خودش با همین فنی که داره بخواد این رو درست بکنه. خیلی سوال طبیعی و خیلی آشکاری هم بود که بیننده ازش پرسید. الحمدلله از این بینندگان زرنگ هم کم نداریم که همیشه هم مایه رسوایی این وهابیت، همین وهابیتی است که همگی دارین میبینین. در خدمتتون هست. خدمتتون هست. بحث تکتف هست. خب اینا هیچ دلیلی صریح واضح روشن میگم هیچ روایتی صحیحی در منابع اهل سنت وجود ندارد که پیغمبر یک بار دست بسته نماز خونده باشه. حتی یک بارش رو روایت صحیحی که طبق قوانین خودشون صحیح باشه، طبق قوانین رجالشون صحیح باشه، وجود نداره که پیغمبر دست بسته نماز خونده. خب این بیننده زنگ زد که شما هی مدعی هستید که قاتلان سید الشهدا علیه السلام همه شیعه بودن. خب این دروغی که حالا ما قبلا جوابش مفصل دادیم دیگه نیاز نیست بهش بپردازیم. مشخصه کسی که شیعه کسی باشه نمیره امام خودش رو بکشه. گفت آقا سوال کرد که اینایی که در کربلا جمع شده بودن امام حسین رو میکشتن، اینا دست بسته نماز میخوندن یا دست باز؟ خب طبیعیه که بگه نه دست بسته نماز. اگه بگه دست باز نماز میخوندن، خب این همه شیعه دست باز همه، خب پس مشخصه که مسلمان هم دست باز نماز میخوندن، چه این طرفیا چه اون طرفیا. این طرف که امام حسین بود، اون طرف که به هر حال عثمانی ها بودن، دشمنان اهل بیت علیهم السلام، اینا همه دست باز نماز میخوندن. خب این خیلی بد میشه براش. خب صریح واضح روشن و صریح گفت که همه دست بسته نماز میخوندن. خب این بیننده‌ام دلم خوب مشخص شد قاتلان سید شهدا علیه السلام همه دست بسته نماز میخوندن. پس هیچ کدوم شیعه نبود. شیعه که نظرش مشخصه در طول تاریخ از امیرالمومنین بگیر تا امروز همه شیعیان بلا استثناء دست باز نماز میخونن و هیچ کس دست بسته نماز خوندن رو قبول نداره. اگر اون فتاوایی که از مراجع ما نقل میکنن در حالت اضطراره، بله در حالت اضطرار واجب هست بر هر شیعی که دست بسته نماز میخونه، برای اینکه جانش در خطر نباشد، مالش در خطر نباشد، آبرویش در خطر نباشد، بله میتواند و بلکه بعضی وقتا که شدیدتر باشه واجب دست بسته نماز بخونه. در مکه میری
ولی خب خیلی جاها هم هست من بین سنی ها رفتم دست باز نماز خوندم، هم زاهدانش رفتم، مسجد اهل سنت رفتم نماز خوندم، دست باز نماز خوندم. حالا بعضیشون اومدن چپ چپ نگاه کردم، ولی اهمیت ندادم چون جانم در خطر نیست. اونجا دست باز نماز میخونم، جماعتشون هم شرکت نکردم، خودم برای خودم نماز خوندم، مشکلی نداره. ولی اگر مکه باشه چرا؟ مکه مجبوری اونجا چون جانت در خطر، تو دست باز نماز میخونی دستگیرت میکنن، پدرت در میارن، دیگه معلوم نیست بتونی اصلا برگردی به مملکت. در اونجا بله، به هر حال این بحث تقیه رو که ایشون پیش کشید، من ازش سوال میکنم آقای سجودی، اینهایی که تو میگی در کربلا آمده بودن تقیه کردن، دست بسته نماز خوندند، از کی تقیه کردن؟ از چه کسی تقیه کردن؟ از امام حسین تقیه کردن دست بسته نماز خوندن؟ اون که نمیشه، از امام حسین نمیترسیدن اونا. اونا اگه از امام حسین میترسیدن به جنگش نمیدن، به شهادت نمیرسوندن. از کی میترسیدن؟ از شمر و ابن زیاد و عمر ابن سعد و سرانه که فرماندهان و بزرگان لشکر میترسیدن؟ دست بسته نماز میخوندن. باز وضعیت کاملا برعکس میشه، به ضرر شما میشه. پس قاتلان سید الشهدا علیه السلام کسانی بودن که دست بسته نماز میخوندن و سنی بودن، پیرو سقیفه بودن، پیرو اهل بیت و پیرو امیرالمومنین علیه السلام نبودن، شیعه نبودن. پس شیعه در کجا تقیه میکنه؟ در جایی که تعدادش کم باشه، قدرتش کم باشه و از کسانی بترسه و اونجا تقیه میکنه. خب یک گروهی هم فرض رو بریم میگیم، دروغ داره میگه، فرض رو بریم میگیم یک گروهی مثلا چند نفره بوده، اینا هم دست بسته نماز میخوندن، از کی میترسیدن؟ از سرانی که جمع شده بودن امام حسین رو شهادت برسونن. باز به ضرر شماست، هیچ نفع و سودی به حال شما نداره. باز سوال باقیه، کسانی که در کربلا جمع شده بودن دست بسته نماز میخوندن یا دست باز؟ خب مجبوره بگه دست بسته نماز میخوندن. چرا دست بسته نماز میخوندن؟ ایشون میگه تقیه میکردن. خب از کی تقیه میکردن؟ از فرماندهان لشکری که اومده بودن امام حسین رو به شهادت برسونن. پس امام حسین دست باز نماز میخونده، اونهایی که اومده بودن امام حسین رو به شهادت برسونند دست بسته نماز میخوندن. یه عده‌ای هم فرض کنید اونجا بودن و تقیه میکردن، چون اگر عده‌شون زیاد بود همه شیعه بودن که نیاز به تقیه نداشتن. درسته. اگر اکثریت هم با شیعه بود باز نیاز به تقیه نداشتن، قدرت داشتن به هر حال کار خودشون انجام. پس یه عده قلیلی بوده که از ترس شمر و عمر ابن سعد اینا دست بسته نماز خوندن، شیعه بودن، که دروغ، البته خب واضح دروغه. باز به ضرر شما شد و باز نتونستید از این قضیه جواب بدید.